درود به همه شما برانداز های اصیل و دوست داشتنی در بین نماینده های مجلس نمایشی جمهوری اسلامی همه جور آدمی وجود داره نماینده هایی با ویژگی های مختلف زیاد اما همشون توی یه موضوع با هم کاملا مشترکن اینکه که ذرعی شرافت توی وجودشون نیست اما میونه همه این بیشرف ها مهرداد ویس کرمی از بقیه بیشرفتره امروز پوریا زراعتی این توییت رو برای این نماینده منتشر کرد و نوشت یک نماینده مجلس گفته مسمومیت دانش آموزان برای گرفتن انتقام از نوجوانهایی که در راهپیمایی پیمایی 22 بهمن شرکت کردند. در واقع منظورش اینه که این حملات کار برانداز است. این نماینده حتی انقدر عقل نداره که بفهمه اگه براندازا میخواستن انتقام راهپیمایی 22 بهمن رو با حملات شیمیایی بگیرن اول از پایگاه های بسیج و از اون مهمتر حوزه های جهلیه آخونده شروع میکردن. این حملات شیمیایی قطعا تاثیراتش تا آخر عمر روی دانش آموزای دختر باقی میمونه و در واقع اونها رو تبدیل به یه جانباز شیمیایی میکنه امروز حملات شیمیایی مدارس دخترانه ادامه پیدا کرد یکی از این مدارس مدرسه ام های اسلام شهر بود دبیرستان دخترانه معصومه تبریز هم مورد حمله شیمیایی قرار گرفت. <applause> عملات شیمیایی به همدان هم رسید و دانش آموزان یکی از مدارس این شهر هم با گاز سمی مسموم شدند. <applause> 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 امروز حدود 25 مدرسه دخترانه در سرتاسر کشور که یه مدرسه ابتدایی هم در بینشون وجود داشته مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن تو این حملات یه دختر دانش آموز در پاکدشت بر اثر مسموم سازی عمدی توسط جمهوری اسلامی به قتل رسید این دختر که هنوز اسم و مشخصات دقیقش منتشر نشده سومین قربانی این حملاته امروز که داشتم خبرها رو دنبال میکردم متوجه شدم که از هر ده تا خبری که نوشته میشه نهتاش تاش مربوط به همین حملاته تا این لحظه اولین سودی که این حملات برای خامنه داشته اینه که تمرکز مردم از شعارهایی مثل نینوری نونوری یا توپ تانگ نفربر برداشته شده و فعلا همه مشغول این ماجرا شدن حتی دلغک خندوانه هم که این روزا بد جوری جیرش قطع شده و دیگه سعید توسی هم نیست که ازش حمایت کنه به این موضوع واکنش نشون داده چون خیلی وقت قبل بهتون قول دادم که هرگز اسم این شخص رو توی کانال نبرم بهش میگم دلغک خندوانه مجری سیرک خندوانه که بعد از افتضاحش در پاک کردن احمقانه اسم وریا غفوری هم از طرف مردم و هم از طرف حکومت تر شد با انتشار یه استوری دعوای خانوادگیش با مسئولین رو رسانه ای کرد و نوشت واقعا یک نفرتون جرأت کنه و اعتراف کنه که ذره ای لیاقت مملکت داری ندارین و از ته دل بگه غلط کردیم و با تمام قوا بره که بره شما صبح که از خونه میخواین بیرون برین به خانوادهتون چی میگین؟ میگین میرین سر کار یا میگین امروزم برم یه تپه یه تمیز و جدید پیدا کنم به خدا اگه پیدا کنید. در واکنش به این استوری دلغک خندوانه فقط میخوام بهش بگم متاسفانه مردم ایران حافظه خیلی خیلی خوبی دارن پس لطفا روی ما حتی به اندازه سر سوزنم حساب نکن بهتره تمرکزتو دوباره بذاری روی مالکشی و دوباره بگردی دنبال جیره که ازت قطع کردن البته اینکه مردم ایران حافظه خوبی دارن رو باید به تارمی هم یادآوری کنم چون حتی تارمی هم داره از این آب گلالود دخترای دانش آموز ماهی میگیره تارمی که در جام جهانی وقتی ازش در مورد وضعیت معترضین ایرانی پرسیدن گفته بود من سیاسی نیستم و فقط میخوام فوتبال بازی کنم یه توییت منتشر کرد و نوشت اتفاقات تلخی که در چندین مدارس دختران اتفاق افتاده قلب جامعه را به درد آورده و همه نگران فرزندانشون هستن خاصه مردم و خانواده های دانش آموزان اینه که هر جریانی در این اقدامات غیر انسانی دست داشته قبل از اینکه بچه های بیشتری آسیب ببینن شناسایی بشه راستش اصلا انتظار این برخورد خشن و کوبنده تارمی با جمهوری اسلامی رو نداشتن دخترهای مردم دارن تبدیل به جانباز شیمیایی میشن اون وقت تارمی میگه قلب جامعه به درد اومده اتفاقا قلب جامعه رو امثال شمایی که با حمایت همین جامعه و با منابع و امکانات همین مردم رشد کردید و حالا سعی دارید اینقدر تابلو ازشون سوء استفاده کنید به درد میاره اگه شهامت اینو نداری که با حکومت بچه کش شجاعانه مبارزه کنی پس بهتره ساکت باشی امروز جمهوری اسلامی سومین کودک ایرانی رو هم دقیقا با سناریوی قتل کیان پیرفلک قربانی کرد امروز در ورزنه اصفهان یکی از خودروهای سپاه بدون اینکه هیچ نشان خاصی داشته باشه جلوی یه ماشین رو میگیره راننده هم که تصور کرده مورد حمله و زورگیری قرار گرفته توقف نمیکنه که با شلی که مستقیم نیروهای لباس شخصی سپاه روبرو میشه و کودک دو ساله این خانواده به اسم سید امیرعلی موسا کاظمی بر اثر اصابت گلوله به سرش به قتل میرسه ویدئویی از لحظه دلخراش مرگ این کودک منتشر شده که به خاطر سطح بالای خشونتش نمیتونم براتون پخش کنم اما چیزی که واضحه اینه که جمهوری اسلامی از هر جنایتی که علیه مردم ایران انجام میده به دنبال هدفی میگرده سایبری های جمهوری اسلامی از همون اولین حمله شیمیایی که مدارس شد کمپینی جلی رو با عنوان فرزندان خود را مدرسه نفرستید شروع کردند. جالب اینجاست که یه عده هم دارن این حرف رو تکرار میکنن در مورد مسموم شدن دختران دانش آموز یا همون حمله بیولوژیکی که هممون الان داریم میبینیم دو تا سوال پیش اومده البته این سوالات منه حالا درست و غلطش باز برمیگرده به خودتون سوال غلط چرا بچه هاتون رو میفرستین مدرسه؟ سوال درست چرا باید دولت حمله بیولوژیکی بکنه به چارت دانش آموز؟ چرا شما باره مسئولیت رو دارین از رو دوش حکومت برمیدارین میندازین رو دوش خودتون؟ چرا دارین همدیگر رو سرزنش میکنین؟ چرا باید شما الان طلبکار باشین؟ امروز دانش آموزان دختر فردا دانش آموزان پسر پس فردا دانشجوها پس اون فردا اداره همه اومدن گرفتن نشستن تو خونه هاشون خب چیزی تغییر نمی کنه، چرا صورت مسئله رو پاک میکنین شما الان باید طلبکار باشین نه تو گارد دفاعی وایسین ببینی این اتفاق کاملا برنامه ریزی شده است اینا اینا نرفتن سراغ مهد کودکا چرا چون خردسالا هنوز ریاهاشون کاملا شکل نگرفته نمیرن سراغ مکانهایی که بزرگسالان هستن چرا چون ریاهاشون رو به فرسایشه و توی این دوتا گزینه احتمال مرگ و میر خیلی زیاد هستش میان سراغ نوجوونا که ریاهاشون, هنو... ریاهاشون کاملا شکل گرفته و رو به فرسایش هنوز نرفته و احتمال مرگ و میر توشون خیلی پایین هست شاید از صد نفر دو نفر اونم به خاطر بیماری ژنتیکی یا زمینه ای که داشتن و این خودش میشه یه منبع درآمد از سازمان بهداشت و درمان یه, ما... یه درآمد خیلی بزرگیه براشون و این همینجوری ادامه داره تا چند سال این همین نیستش که شما امروز بچت گاز بخوره فردا خوب بشه تموم بشه دوا درمون بشه نه این تازه عوارضش ای سه چهار سال دیگه خودشو نشون میده من نمیفهمم اصلا متوجه واقعا نمیشم چرا این سکوت شما من اصلا متوجه نمیشم برای چیه دلار شست هزار تومن شده نه آب دارین نه برق دارین نه گاز دارین نه هوا دارین نه امنیت دارین